سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی زندگی فروزان، بازیگر قدیمی قبل از انقلاب و ماجرای توهین به او در خیابان میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. پروین خیربخش با نام هنری فروزان، زاده 4 شهریور 1316 در بندر انزلی، بازیگر مشهور سینمای ایران و دوبلور اهل ایران بود. از سال 1341 با دوبله و گویندگی در نقش‌های دوم و سوم فعالیت خودش را آغاز کرد و تا سال 1344 ادامه داد. از سال 1342 با بازی در فیلم‌های ساحل انتظار به کارگردانی سیامک یاسمی به عنوان بازیگر شروع به کار کرد و تا سال 56 در سینما فعال بود. او نزدیک به 15 سال در سینمای حرفه‌ای فعالیت کرد که عمدتاً به نقش‌آفرینی در سینمای تجاری محدود بود. به همراه با محمد علی فردین از ستارگان آثار موسوم به فیلم فارسی بود. حضور فروزان در این گونه فیلم‌ها تضمینی برای موفقیت مالی فیلم ارزیابی می‌شد. در سال 1348 در نخستین جشنواره سپاس برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم تنگیگ اژدها ساخته سیامک یاسمی شد. او در دهه 50 مسیر متفاوتی رو در انتخابهاش پیش گرفت. او که بیشتر گزیده کار شده بود، در سال 1350 در فیلم بابا شمل ساخته علی حاتمی حضور یافت که حاصل این همکاری دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره سپاس شد. او برخلاف بسیاری از بازیگران ایرانی پیش از انقلاب که مهاجرت کردند، در ایران موند و در سالهای آخر زندگی کمتر خبری از اون در رسانه ها منتشر شد. فروزان می گفت من دیگه حاضر نیستم در فیلم بازی کنم و کارگردان دستور بده یک کمی سکسی تر دامنت رو بالا ببر خانم فروزان. یکی از خبرنگاران هنری مجله ملاقات و گفتگویی با فروزان، ستاره معروف سینمای ایران داشت. فروزان هنگامی که جلوی دوربینش قرار گرفت و حالت سکسی به خود داد، با لحن مخصوص خودش گفت این دفعه آخر باشه که این طور از من عکس میگیرید، چون من سینما رو بوسیدم گذاشتم کنار، انشالله سینما هم منو کنار بذاره. یکی از دوستان فروزان که اون لحظه حضور داشت با شنیدن این حرف گفته آخه سینمای ایران نمیخواد ستاره‌ای نظیر شما رو از دست بده، چون هنوز کسی رو نداره که جای شما رو بگیره. فروزان هم به اون دوستش جواب میده و میگه خب به من چه جونم، من که نباید جور دیگران رو بکشم، من دیگه نمیخوام در سینما کار کنم. 11 ساله که شب و روز جلوی دوربین فیلم برداری و نور زننده پروژکتورها در سرما و گرما خرد شدم و حالا میخوام از این پس در خونه بشینم. البته هر وقت از خونه نشستن خسته شدم و اومدن دنبالم، دلم خواست باز به سینما میرم و حالا هرگز تصمیم به ادامه فعالیت در سینما رو ندارم. آخه هر کسی یه مقدار انرژی داره، یه مقدار تحمل کار و زحمت داره. انرژی و تحمل من تموم شده. هر روز یه گوشه از بدنم درد میگیره. بعضیا که در خارج از گود هستن میگن فروزان میاد جلوی دوربین یه تکون میده و میره. نمیدونن که هر کدوم از این تکونها زندگی آدم رو تموم میکنه. من در این یکی دو سال اخیر از سیامک پسر 14 سالم که تموم زندگی منه، از همین به قول مردم تکون دادنها خجالت میکشم. و همیشه به خاطر حرفه من از من گریزان بوده. حتی حاضر نشده یه بار با من عکس بگیره. من دیگه نمیتونم این روی گردانی های سیامک رو تحمل کنم و حاضر نیستم حتی به قیمت میلیون ها تومان بذارم ادامه پیدا کنه. اما از 6 ماه پیش با اون که دستمزدم به 150 هزار تومان رسیده بود، قرارداد جدیدی قبول نکردم و تا اونجا هم که تونستم پیش قسط قراردادهایی رو که گرفته بودم پس دادم. و از 6 ماه قبل به این طرف تنها در فیلم هایی که نیمه کاره دارم بازی میکنم. من سینما رو بوسیدم و گذاشتم کنار. شما هم به سراغ اون ستارگانی برید و عکس روی جلد و مطلب از اونها چاپ کنید که برای چاپ عکس و مطلبشون التماس میکنم. من در آرزوی یافتن مرد دلخواهم هستم تا با اون ازدواج کنم. بد نیست در اینجا تمام شایعاتی رو هم که درباره ازدواج من به سر زبون هاست تکذیب کنم. البته نمیگم در زندگی من مردی وجود نداشته و شاید این شایعات هم از همین امر سرچشمه گرفته. در زندگی من چند مرد بودن. البته یک زن تنها هستم و این نمیتونه اشکالی داشته باشه که یک زن تنها، اون هم ستاره سینما، یک دوست مرد برای خودش بگیره.
اما من با این مردها هیچگاه نتونستم ازدواج کنم و به هیچ وجه قصد زندگی و هرزگی نداشتم. مسئله اینه که شهرت آدم رو غرق در مسائل مختلف میکنه. شهرت باعث میشه که انسان گذشته و آیندهش رو فراموش کنه. اما اگه انسان در همون زمان اوج به خودش بیاد و کاری رو که برای اون همه شهرت برای اون شده کنار بذاره، میتونه بقیه عمر رو به خوبی زندگی کنه. من هم همین کارو کردم. خودم میدونم که هنوز در اوج شهرت هستم. هنوز ماهی حداقل یک پیشنهاد برای بازی در فیلم به من میرسه و بیش از هر ستاره دیگه ستاره روز هستم. ولی خودم به تهیه کننده ها و کارگردان ها میگم برید سراغ تازه نفس ها و از راه رسیده ها و مشتاقای سینما. من دیگه خستم و شاید دل زده. اما درباره ازدواج خانم فروزان گفته شده که زندیات فروزان در تاریخ 10 فروردین سال 1344 با شخصی به نام محمود ساجدی تن به ازدواجی ناخواسته میده و 16 ماه بعد حاصل این ازدواج فرزندی به نام سیامک میشه. این ازدواج یک سال بیشتر دوام نداشته. او برخلاف بسیاری از بازیگران و خوانندگان ایرانی پیش از انقلاب که مهاجرت کردند در ایران موند و بعد از انقلاب از کار هنری منع و دیگه بر پرده سینما دیده نشد. به بخواسته خودش هیچگاه در جمع هنرمندان و دوستدارانش ظاهر نشد و حاضر به انجام مصاحبه با هیچ یک از کانال‌های تلویزیونی و انتشار تصویری جدید از خودش نشد. جای درمیانه خاطراتش از روزهای سختی میگه که در دهه 60 در ایران داشته و به قول خودش تحمل کرده. روزهایی که دیگه براش حوران نمیکشیدند و در میوه فروشی محل به صورتش تف انداختن. فاصله اون حورا و این آب دهان فقط یک چند ماه بود. در سالهای آخر زندگی کمتر خبری از اون در رسانه ها منتشر میشد. فروزان بعد از 37 سال انزوا فوت کرد و مردمی که در روزهای ابتدایی انقلاب انگشت در چشم ستاره هاشون می کردن، حالا تلسکوپ انداختند تا شاید کورسوی از فروزان و نسل اون روزها ببینند. امیر امینی یکی از روزنامه نگاران ایران خاطره ای رو از دوران زندگی فروزان بازیگر سینمایی دوران قبل از انقلاب بعد از مرگ اون منتشر کرد. در این متن اومده که شاید با خبر باشید که اموال فروزان در اوایل انقلاب مصادره شد. از جمله خونه اون در خیابان ایتالیا که ویلایی بسیار بزرگ و شیک بود و بنیاد مستضعفان اونجا رو گرفت. در اون ساختمون همه ی امور بنیاد انجام می شد. از جمله مجله ارگان بنیاد هم از همین خونه منتشر می شد. سال 1366 که من معاون سردبیر مجله بنیاد بودم، نگهبانهای خونه می گفتند هر شب یه خانومی ناشناس میاد اینجا و با غرور تمام و بدون اجازه ما سرش رو میندازه پایین و وارد ساختمون میشه و باغچه خونه رو آب میده و میره. یه شب دو نفر از مدیران تصمیم گرفتن شب رو در دفتر مجله که خونه سابق فروزان بوده بمونن و از کار این بانوی اسرارآمیز شبونه سر در بیارن. منم اون شب با دوستان روزنامه نگار موندم و در کمال حیرت دیدم زنی که آخر شبها به خونه سر میزنه فروزان صاحب قبلی خونه بود. اون شب که من هم حضور داشتم اون با همون زیبایی خاصش در سینما و با متانت وارد خونه شد و بدون اینکه حرفی بزنه یه راست رفت سراغ باغچه و مشغول به آب دادن به گلها شد. بقیه دوستان که مذهبی و محافظه کار بودن از ترس بدنام شدن جرأت صحبت با فروزان رو نکردن. اما من که هرگز بلد نبودم و نیستم همرنگ جماعت بشم و اعتقادات خاص خودم رو داشتم و دارم، جلو رفتم. سلام کردم و گفتم خانم فروزان، من روزها اینجا تو این خونه نماز میخونم. شما به عنوان مالک اصلی این خونه راضی هستید یا نه؟ به نظرم هنوز دلتون با این خونه است. جوابی که فروزان اون شب کنار باغچه خونه تصاحب شدهش به من داد تا ابد در دل و مغزم موندگار شد. اون در پاسخ من فقط یک جمله گفت: آقا پسر ببین، اگه قبل از انقلاب نمازخوان بودی من راضیم، اما اگه بنا به مصلحت این دور زمونه و برای منفعت خودت یهو مؤمن شدی و مثل خیلی ها نماز میخونی، بدون که من هرگز راضی نیستم. بعد از این جمله من تا ابد یاد و کرامت فروزان رو فراموش نخواهم کرد. فروزان سرانجام در سال 1394 در سن 78 سالگی در منزلش در تهران درگذشت.
روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یه کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.